مظلومیت تاریخی حسین علیه السلام، خلیفه ناکام. مظلومیت حسین علیه السلام در دوران حیاتش نیز دوگانه بود. یکی آن بود که امویان کردند، ولی بدتر از آن خیانت شیعیانش در کوفه بود. ولی مظلومیت سوم حسین در تاریخ تشیع نهفته است و آن تحریف او و هویت و جهاد و رسالت و امامت اوست که استمرار تاریخی همان جریان کوفه است. خود او نیز پیشگویی کرده بود که نخستین گروهی که برای من عذاب برپا می کنند کوفیانند، زیرا بازماندگان سفینه کربلا به رهبری زینب هرگز بر حسین سوگواری نکردند، بلکه زینب در محفل یزید در شام گفت: سپاس خدای را که نعماتش را بر ما به کمال رسانید که در این واقعه جز جمال ندیدیم. و اما اهل کوفه و فرزندان تاریخی آنان در این واقعه جز بدبختی و نکبت و زشتی ندیدند و به همین دلیل عذاب برپا ساختند، چرا که حسین را موفق به کسب خلافت ندیدند. این همان نگرشی بود که ابن ملجم را از یک مرید تبدیل به قاتل نمود و شم را نیز. این دو از شیعیان دو آتشه بودند. اگر تشیع تبدیل به مکتب حسینیزم شده و حسین را از کالبد امامت جدا کرده و مابقی امامان را به بوته نسیان و تعارف سپرده، حاصل یک جهل عظیم است که امامت را خلافت سیاسی می داند. همین نگرش درباره امام زمان علیه السلام وجود دارد. اگر بدبختی های ما موجب یاد کربلا می شود، این یک نگرش به غایت کافرانه و غیر اسلامی و غیر شیعی و بلکه غیر دینی است و بلکه ضد دینی است و ضد حسینی است که عروسی خدا در کربلا را لباس عزا پوشانیده ایم. این همان نگرش حاکم بر مسیحیت درباره مسیح است که اصرار می برزد تا مسیح را حتما مصلوب سازد. بیهوده نیست که بخش عمده مراسم عزای حسینی به تقلید از عزای مسیحی پدید آمده و هنوز هم بسیاری از علم و کتلها دارای نقش صلیب هستند که با پارچه مخفی می شوند. این یک نفاق و مکر بنی اسرائیلی است که بر کل جهان مسیحی و اسلامی سایه افکنده است. تا زمانی که نتوانسته ایم به واسطه معرفت خلافت را از امامت پاک کنیم، اسلام و تشیع در سایه بنی اسرائیل است و ایمان نیز و دنیای ما نیز.